اتحاد رهبران طالبان، واکنش طالبان در پیوند به اتحاد رهبران قبلی. احمد مسعود از رهبری جبهه مقاومت برکنار شد. به نام خداوند بخشاینده و مهربان، سلام، وقتتان بخیر. به یکی از ویدیوهای دیگر از این کانال خوش آمدید. توجه کنید به چند رویداد کوتاه خبری که این لحظه به دسترس ما قرار گرفت. منابع در پنچیر می گویند که طالبان دو خانواده آواره را که در خانه های مقام های حکومت پیشین در مرکز این ولایت پناه گزیده بودند، کج را و خانه ها را به تصرف خود درآوردند. این دو خانواده ساکنان اصلی ولسوالی پریان پنچیر هستند. آنان در روستای فروبل مرکز ولایت پنچیر در خانه های جنرال ظاهر، فرمانده پیشین پلیس کابل و محب الله، یکی از رؤسای امنیت ملی سابق، جابجا شده بودند. به گفته منابع طالبان، شام روز گذشته اعضای این خانواده ها را لطکوب کرده و آنان را از خانه بیرون کردند. منابع به روزنامه اطلاعات روز می گویند که طالبان چندین خانه و ساختمان های مجهز از جمله مکاتب و مساجد را تصرف کرده و قرارگاه نظامی ساختند. به گفته منابع، جابجایی قرارگاه های نظامی طالبان در میان خانواده های مسکون یکی از دلایل آوارگی ساکنان ولایت پنچیر است. در برخی از ولایت های دیگر از جمله در دایکندی نیز گفته می شود که طالبان خانه های غیر نظامیان را تصرف کردند. منابع تایید کردند که فعالیت نشراتی تلویزیون خصوصی کابل نیوز متوقف شده است. صاحب امتیاز این رسانه عبدالکریم خرم است، از نزدیکان آمده کرزی رئیس جمهور پیشین است. گفته می شود بودجه این رسانه نیز از سوی آمده کرزی پرداخت می شد. تاکنون دلیل توقف فعالیت کابل نیوز روشن نیست. منبع امروز سه‌شنبه در عقرب در گفتگو با روزنامه اطلاعات روز تنها توقف نشرات این رسانه را تایید کرده است. این در حالی است که محدودیت های طالبان و چالش اقتصادی عوامل عمده سقوط رسانه های افغانستان دانسته می شود. بر اساس نظرسنجی گزارشگران بدون مرز یا RSF، پس از روی کار آمدن طالبان در افغانستان، نزدیک به 40% رسانه های کشور تعطیل و 60% از خبرنگاران نیز بیکار شدند. تیم ملی کرکت کشور در جام جهانی 20 اوره در مقابل سریلانکا شکست خورد. این مسابقه سه‌شنبه در عقرب در ورزشگاه گبای استرالیا برگزار شد، اما آبی پوشان کشور با تفاوت 6 وکت در مقابل سریلانکا شکست خوردند. آبی پوشان کشور در نخست 145 دوش برای تیم حریف تعیین کرده بودند. این در حالی است که افغانستان پیش از این در برابر انگلستان نیز باخته بود. تیم کرکت کشور در مسابقات جام جهانی 20 اوره با انگلستان، استرالیا، ایرلند، سریلانکا و نیوزیلند هم گروه است. این چهارمین دیدار تیم کرکت افغانستان در جام جهانی 20 اوره بود که با شکست این تیم به پایان رسید. قومگرایی مطلق، اطلس پرس می نگارد. منازعه افغانستان بر سر مسئله قدرت قومیت است. تا کنون چهره های بسیاری از پشتون تبارهایی که در دوره جمهوریت کرسی نشین بودند، سر و کله از میان طالبان درآوردند و به چهره دیروز و امروز این گزارشگر دقت کنید. تفاوت ظاهر چهره وی مهم نیست. اصل مسئله مغز و نگاه نژادگرایانه وی است که باعث و متحرک این چهره سازی هاست. از نظر افغان ها، طالبان احیا کننده قدرت، حشمت، اقتدار و کچکلاهی آنان است. لذا ارزش این را دارد تا نکتایی را به دستار مبدل کرد و ریش و موی گذاشت. در حکومت تق قومی طالبان اعتبار فقط خون و ژن تباری است و بدون استثنا هر آن کس تعلق تباری با طالبان داشته باشد دست آنان را خواهد فشرد. از خلیلزاد گرفته تا اصولی، از غنی و از داخلوال تا آدم خان و از خورم و احدی گرفته تا این گزارشگر، همه در یک صف واحد استادند. واکنش متقی به ائتلاف احزاب و سیاسون افغانستان. سرپرست وزارت خارجه طالبان در واکنش به شکلگیری ائتلاف احزاب و تنظیم های جدید سیاسی، اعضای این تشکیل ها را متهم می کند که به خاطر 5 روپیه طوق غلامی را به گردن می اندازند. شماری از سیاسون افغانستان در هفته های گذشته از شکلگیری ائتلاف های جدید سیاسی خبر دادند، از جمله حزب عدالت و آزادی افغانستان به رهبری سرور دانش، معاون دوم ریاست جمهوری پیشین، که با هدف ایجاد نظام فدرالی در افغانستان اعلام موجودیت کرد. پیشتر از او حرکت ملی صلح و عدالت با حضور محمد حنیف اتمر وزیر خارجه دولت پیشین،
معصوم استانکزی رئیس هیئت مذاکره کننده صلح دولت پیشین و شمار دیگر از سیاسون از آغاز کار خود خبر دادن. وزیر خارجه طالبان با اشاره سری به جنابندی های تازه میگوید غلامی و دیگران نه پیش از این سود داشته و نه بعد از این فایده خواهد داشت. آقای متقی از سیاسون کشور میخواهد به افغانستان برگردند و زندگی زیر سایه شرف و عزت را آغاز کنند. حزب دانش بهتمر، مقایسه نظام فدرالی با نظام ملک الطوایفی شوخی خنددار است. حزب تازه تأسیس به رهبری سرور دانش معاون پیشین ریاست جمهوری موسوم به عدالت و آزادی به اظهارات حنیف اهتمر وزیر خارجه واکنش نشان داده و مقایسه نظام فدرالی با نظام ملک الطوایفی را یک شوخی خنددار خواند. اهتمر به تازگی در گفتگوی در پاسخ و پرسش درباره موضع برخی از چهره‌های سیاسی از جمله سرور دانش برای ایجاد یک نظام فدرالی در افغانستان گفته است که در حالت کنونی فدرالیسم زمینه حاکم شدن ملک الطوایفی را فراهم می‌کند و تاکید کرده است که افغانستان به یک نظام واحد سیاسی نیاز دارد. حزب عدالت و آزادی اما در اعلامیه گفته است که نظام فدرالی را به عنوان یک راه حل اساسی برای عبور کشور از بحران کنونی مطرح کرده و بر آن اصرار می‌ورزد و برای اجرایی شدن این طرح تلاش خواهد کرد. هارون میرسعیدی روی برگه فیسبوکش می‌نگارد. خبر کاغذ پیچ، رهبر سایه جبهه مقاومت امرالله صالح عملاً وارد میدان می‌شود. دیروز آقای ظاهر اخبر در سفر جرمنی در فرانکفورت جرمنی با جمع کثیری از فرهنگیان و انجمنهای فرهنگی مقیمان کشور دیدار و ملاقات داشتند. آقای ظاهر اخبر به شدت از برنامه‌ها و مدیریت ضعیف جبهه مقاومت بر رهبری احمد مسعود شکایت داشتند و گزینه بدیل رهبری مقاومت را امرالله صالح عنوان کردند و جناب دکتر احمد شاه را به عنوان نماینده در جرمنی تعیین نمودند. پانوشت دکتر احمد شاه یکی از شخصیت‌های فعال فرهنگی خوب ما هستند. و در پایان، وزیر عدلیه حکومت پیشین افغانستان از سفرش به اروپا برای اثبات جنایت‌های جنگی طالبان خبر داده است. فضل احمد معنوی وزیر عدلیه حکومت پیشین افغانستان روز دوشنبه در رشته تویتر نوشته است که در سفری از قبل برنامه ریزی شده برای رایزنی با نهادهای مرتبط حقوق بشری راهی اروپا شده است. آقای معنوی گفته است که در این سفر مستندات ایرانی از جرایم جنگی طالبان، نقض حقوق بشر و نسل‌کشی‌هایی که طالبان این تسلطشان بر افغانستان مرتکب شدن با این نهادها شریک می سازد. این عضو کابینه حکومت پیشین افغانستان از شهروندان افغانستان نیز خواسته است که موارد مستندی که از جنایت های انجام شده از سوی طالبان در اختیار دارند و تا هنوز همگانی نشده است را به او بسپارند. تشکر از توجهتان. تا درود دیگر و درود.